خب دوستان صدا دارن؟ خب آقا این داغ کرد. خب ببینم چجوری اوضاع. بله من با یه سیستم دیگه اصلا اومدم. خب بریم حالا یه چیز میکنم دیگه، جایی که تایپ کنم بهتون نشون میدم. خب ارو پی دی اف بریم جلو به نفع من. یک لحظه صبر کنید من پی دی اف مناسب رو پیدا کنم ببینم ارو چی بگم، چون میخوام وقت نره، اینم هی بازی در میاره. من زوم رو بیشتر کنم. موسکو افتاده پایین. واضحه بچه ها؟ خیلی خوب دیگه فکر کنم واضح باشه. خیلی خوب بچه ها نترسید، این کتاب مال آقای ابیتبول، اینا سرج ابیتبول، یه بند خدای فرانسوی هست. آخه مگه اولی سینا دیتابیس ساخته که من فارسی بخونم دیتابیس؟ یه چیزایی میگید بعضی وقتا اصلا آدم تعجب میکنه. خیلی خوب بچه های نازنازی، اپراتور یونری بعدی که میخوام خدمتون تعریف بکنم، دارید همه تصویر رو؟ خیلی خوب، اسمش هست پروجکشن، همینطور که اینجا ملاحظه میکنید. البته درویشی بهش میگه پرتو، حالا من نمیدونم چجوری به پرتو رسیدن، ولی با نماد پی که شما توی ریاضیات دیدید نمایشش میدن. و حالا وظیفه شیه رو الان خدمتتون میگم. ببینید پروجکشن یه عملگر خیلی ساده است. خب نه شرطی قراره چک بکنه و نه قراره چیزی رو محاسبه بکنه، تنها کاری که میکنه اینه که میاد جدول شما رو قاچ عمودی میزنه. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن شما یه جدول داری. خب مثلا میرم اینجا جدول گیر میارم، مثلا فرض کن شما اینجا یه جدول داری، جدول داری، میبینید بچه ها اینا کتاب های دیتابیس قدیمی اینجوری بودن، حالتون از دیتابیس به هم میزدن. این کتاب یه نمه فکر کنم فقط ریاضیه. وایسید من یادم یه کتاب بود خیلی شکلش بیشتر بود به در شما میخوره. دیتابیس کجا بودی؟ ای بابا زفراغت می سوزم همه شب در تنهایی. خب اینو دارید بچه ها، ببینم الان کدوم کتابو دارید. نه این کتابو نه، وایسی اپلیکیشن شیرینگ اینو بذار اصلا این تایر سکرین رو بزنم دیگه. اوه اینش خیلی بد شد. خب اینو بیاریم. نه جالب نشد، همون اپلیکیشن رو بیارم. خب خب بچه های نازنازی بیاید پایین. آها مثلا شما اینجا یه جدول داری، جدول ایمپلوی، چهار تا ستون هم داره، ای آی دی، ایمپلوی نیم، ادرس، سالری. خب فرضاً کوئری به شما برگشته گفته که آقا جان بیا نامه کارمندا رو به من بده. همین، فقط کوئری از شما نام کارمندا رو خواسته، یا مثلا گفته آقا نام کارمندا رو به همراه آدرسشون رو به من بده. بلنگو رو فاصله بدم. الان خوبه؟ خوبه الان؟ آره خوبه. داشتم خدمتتون میگفتم مثلا کوئری از شما خواسته که نام کارمندا و آدرسشون رو بده. خب اگه خاطرتون باشه سلکت کم میاره. چرا؟ چون سلکت قاچ افقی میزنه، کل سطر رو میاره بیرون. مثلا من اگه رو جدول ایمپلوی سلکت بزنم، اصلا هر چی شرطش هم هر چی بنویسم، اگر جواب داشته باشه یه سطر کامل میاره بیرون، توش ای آی دی هست، توش سالری هست. من نه ای آی دی رو میخوام نه سالری رو میخوام، من ایمپلوی نیم رو میخوام و مثلا با آدرس رو میخوام. درسته؟ خب پس الان کم آوردم، باید عملگر جدید تعریف کنم. عملگری که میخوام تعریف کنم اسمش هست پروجکت، با پی نمایشش میدن. کاری هم که انجام میده اینه که
اون ستون رو درسته در میاره بیرون. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگر بنویسم پی، خب حالا اینجا نمیتونم بنویسم، ولی مثلا فرض کنید نوشتم الان پی، زیرش هم نوشتم employee name و address، داخل پرانتزم نوشتم employee، جواب شما میشه چی؟ یک جدول دو ستونه employee name و address. تونستی تصور بکنید یا یه جور دیگه ای توضیح بدم قضیه رو؟ تونستی تصور بکنید بچه ها؟ هستی؟ خب آها، این چون پیام میدید من حواسم نمیومد. حالا الان متوجه شدم. بله تصور کردید درسته. خب پس کلا اینو در نظر داشته باشید که پروجکشن، اینو روشن کنم، پروجکشن قاچ عمودی میزنه به جدولتون و یه ستون رو کاملا درسته در میاره، هیچ چیزی رو ازش کم نمیکنه و هیچ شرطی هم روشون اعمال نمیکنه. خب حالا برگردم سر همون سوال همیشگی، آیا پروجکشن تو جبر رابطه ای عملگر بسته ای هست یا نه؟ چرا؟ بسته است؟ خب دیگه دوستان نظری ندارن؟ بله من اینو میخوام تست کنم، اینو قلمه کار میکنه یا نه که دیدم نه. ایو بچه های عزیز، قلمه مونم دیگه کار نمیکنه. ببینید بس بودن رو من یه بار دیگه بخوام تعریف کنم، یعنی این که من زمانی که میام اون اپراتور جبری رو روی اون مجموعه مثلا ریلیشن ها اعمال میکنم، آیا حاصلم ریلیشن میشه یا نه؟ نه ببینید خانم کیایی، اون ستون حتما تو ریلیشن هست. یعنی شما زمانی که پروجکت میزنید دارید ستون های مربوط به اون ریلیشن رو جدا میکنی. بچه ها پروجکشن هم یه عملگر یونریه ها، فقط داخلش یه ریلیشن میشه نوشت. خب دیگه دوستان نظری ندارن؟ بچه چرا ناامیدم میکنید؟ چرا فکر نمیکنید؟ چرا یکم دید ریاضی ندارید؟ چرا به تعاریف دقت نمیکنید؟ چرا نه؟ نیست خب معلومه مقادیرش نال باشه. خب که چی؟ به چی میخوای برسی؟ اون چیزی که میخوای بهش برسی برای من مهمه. بچه ها پروجکشن بسته نیست. چرا بسته نیست؟ ببین بسته بودن یعنی چی؟ یعنی من مثلا من میگم آقا 2 به علاوه 2، خب به علاوه اپراتور جبری دارم رو مجموعه اعداد صحیح اعمالش میکنم. وقتی بسته است یعنی چی؟ یعنی خروجی من قطعا عضوی از اون مجموعه اعداده. اگر خروجی من عدد صحیح نشه یعنی اون اپراتور توی اون جبر بسته نیست. خب حالا میخوام ببینم آیا پی بسته هست یا نه؟ که نیست. چرا؟ به همین شکلی که براتون آورم توجه کنید. من الان روی جدول employee project بزنم، دپارتمان رو جدا بکنم، خروجی من میشه چی؟ یک جدول یک ستونه که accounts دو بار توش اومده. relation حق نداشت تکرار بشه بابا، اینجا تکرار شد بابا، relation نیست بابا، پس projection هم بسته نیست. افتاد بله. گرفتید؟ تعریف ریاضیشم من فقط برای اینکه ببینید، زیاد چیز خاصی نیست. بفهمیم اینجا بودیم. خب
ایناش این تعریف ریاضی شه بچه ها. ببین گفتم انگل براکت نماده یه انتاپله. خب میگه ببین این جی یک تا جی اینی که در ورده رو به ازای تمام تی های عضو آی برای من در بیا. تمام شد رفت، همون قاچه عمودی که ما توضیحش دادیم این داره به زبون ریاضی اینجا خدمت شما توضیح میده. کسی میدونه اصطلاحا هم به این نماد، به این نوع تعریف ریاضی چی میگن؟ مثلا شما آکولات وا میکنی بچه، خیلی جالبه ببینید اینو بدونید. حالا این خط عمودو که میذارن، یعنی مثلا میگم آقا جواب میشه اینها به طوری که، این یعنی به طوری که، پس جواب همیشه سمت چپ به طوری که است. خب حالا کسی میدونه به این نوع تعریف چی میگن اصطلاحا تو دنیای ریاضی؟ نه پانگاه کیو اینفرنشیال روله، یعنی اگر پی درست بود قطعا کیو هم درسته، اصلا این شرطی به اینجا نداره، نه گذاره این نیست. نه نه دنبال اسمم، اسم این چیه؟ ما مثلا آکولات میذاریم فلان میکنیم و اینا. من یه دقیقه بچه به این فیلتر شکم وست شم، یه سری فایل میخوام دانلود کنم چون دیگه چیزی که نمیتونم بنویسم، لاغل رو اونو توضیح بدم. بچه ها اصطلاحا بهش میگن set builder notation. بله بچه ها چیزی نپریدا، نه 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 من فیلتر شکن این دقیقه وز کردم که این فایل رو دانلود بکنم از تلگرام، یه لحظه اینترنت قطع شد، مجبورشم دوباره میام تو کلاس. شما الان اگر میخواید، البته نمیخواد چون من رو صفحه بهتون نمایش میدم، اون فایل ریلیشنال الجبرا ان اس کیو ال رو بیارید، اگر هم صدا قطع شده یه دور رفرش کنید. سوال دارید خانم سیفی؟ تصویر خودم میدونم نیست، نمیبرم. منتظرم یه فایل دانلود شه تا، چون میخواستم براتون جواب رو خودم بنویسم دیگه، الان این چیزایی نمه کار نمیکنه، مجبورم دانلود کنم و روش به تو توضیح بدم. بله بچه‌ها میدونم تصویر نیست، عقص نیست، چون الان دوباره قد میشه، نخواستم دوباره تصویر بیارم. خیلی این دانلودش تموم شد، الان یه دقیقه دوباره قطع میشه، دوباره میاد در 10 ثانیه است. خب چیز خاصی نیست، نترسید. آخر عمری به چه روزی افته. خیلی خوب برگشتیم دوباره. خب بچه ما الان دو تا اپراتور جبری خدمت رو تعریف کردیم، یکی پروجکشن بود، اون یکی هم سلکشن بود. اگر مشکلی هست دوباره رفرش کنید برید بیایید. خب حالا یه فایلی هست من تو کانالم گذاشتم، من ابتدا تمرینای جبر رابطه یا روی این حل میکنم، بعد میرم سراغ سوالای امتحان، میخوام برای اینکه جا بیفته یکم اول از اینو شروع بکنم، صفحه رو براتون شیر بکنم که شما ببینید. خب اوکی بابا میبینید الان. خب ببینید دوستان، من 4 تا ریلیشن دارم. خب من اول یه توضیح کوتاهی راجع به این نام میدم، بعد میرم سراغ سوال حل این مسئله ها. یه ریلیشن اسمش پروژکته، مشخصات پروژه های یه شرکت این توه.
خب هر پروژه یه آیدی داره که اصطلاحاً بهش میگن پی آیدی. بچه‌ها ما زیر کلید کاندید رو خط میکشیم، ما زیر کلید اصلی رو یه خط میکشیم، یعنی این پی آیدی که زیرش خط کشیده شده پی آیدی کلید اصلی این جدوله. تایتل عنوان پروژه است، یعنی اون پروژه چه تایتلی داره، عنوانش چیه. اوردر بای توسط کی سفارش داده شده اون پروژه، بله یه فایله به اسم ریلیشنال الجبرا ان اس کیو ال. فرصت بدم خودتون حل کنید، باش فرصت هم بدم خودتون حل کنید. خودی فرصتی نمونده، نیم ساعت لااقل بذارید این جلسه رو فرصت ندم، بعد از جلسه بعد فرصت میدم که جلسه بعد میگم آماده تر بیایم این مشکلات این جلسه نداشته باشیم. اوکی خیلی خوب. اوردر با یعنی توسط کی سفارش داده شده، year تو چه سالی اون پروژه سفارش داده شده یا انجام شده، البته بهتره بگیم سفارش داده شده، پس این year یعنی تو چه سالی سفارش داده شده. cost هزینه پروژه چقدر بوده. حالا شرکت من یه جدول دیگه داره، یه ریلیشن داره مثل employee یعنی کارمندان، EID یعنی خب اون شناسه کارمندیش، E-name اسم کارمند، سن کارمند و توی چه دپارتمانی کار میکنه. خب PID و EID و hour تو جدول works on، جدول works on میگه که یه کارمند رو چه پروژه‌ای چه میزان ساعت کار کرده. منتها من از کارمند فقط EID شو دارم، از پروژه هم فقط PID شو دارم. زوم کنم وایس ایناش خوبه. ورکس آن هم شد پی آی دی و ای آی دی، نشون میده که یه کارمند رو چه پروژه‌ای چه میزان ساعتی کار کرده. دپارتمان هم جدول لیست مشخصات دپارتمان هم توشه، مثل اینکه شماره دپارتمان، اسم دپارتمان و شماره ساختمونش. ما یه حدود 10-20 تا کوئری میخواییم با این 4 تا جدول پیش بریم. ببینید سوال امتحان هم شاید به همینه دیگه، مثلا 3-4 تا جدول بهتون میده، بعد بهتون کوئری های فارسی میده مثل اینا. متوجه مزورتو نمیشم. پروژیکت دومی ببینید، یه جدول پروژیکت که اینجا دارم، خب این ایمپلوییه، این دپارتمان، این ورکس آنه. تو جدول پروژیکت مشخصات پروژه است، مثلا شماره پروژه، آیدی پروژه، تایتل پروژه، توسط کی سفارش داده شده، تو چه سالی، قیمت پروژه چقدر بوده. این هم که مشخصات کارمنده. تو ورکس آن من چیو دارم؟ در اصل ورکس آن بچه ها اصطلاح میگن جدول آرک، یعنی آرک بین پروژیکت و ایمپلوییه، یعنی این دوتا رو داره به هم مرتبط میکنه. من جدول پروژه ها رو دارم، جدول کارمندا رو دارم. خب حالا یه سری از کارمندای من روی یه سری از پروژه ها کار کردن، مشخصات اینا رو کجا باید بنویسم؟ توی ورکس آن باید بنویسم پی آی دی، ای آی دی، آورز. یعنی نشون میده که وقتی مثلا من دارم پی آی دی، مثلا فرض کنید دارم پی 1 و ای 1 و 10، این یعنی چی؟ یعنی آقا کارمندی که شماره آی دیش ای 1 روی پروژه‌ای که آی دیش پی 1 10 ساعت کار کرده. ورکس آن یعنی این جدول آرک هم، اونایی که نرمه یک با سلاجقه وردارن میگه که برید دنبالش و اینا بدونید چیه. دپارتمان هم که مشخصه دپارتمانه. اوکیه، اگر روی جدول سوالی نیست یک رو بزنید بریم چند تا کوئری حل کنیم. من حالا سوالی اینجا این بالا نمیبینم، ولی اگه بیاد میرم جواب. خب کوئری اولی که میخوایم، شما سوالتون چی بود؟ من نهیدم سوالتون رو بایستید من اینا سوالتون کوش راجعه کلید خارجی سوال داشتید. خوب شد گفت، خوب شد گفتید. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. خب ببینید بچه ها، الان توی این جداول من میخوام کلید خارجی رو پیدا بکنم. خب میخوام ببینم که چه صفتی کلید خارجی. الان مثلا یکی از کلید خارجی‌هایی که من میتونم اینجا پیدا بکنم دی نامبره. بهش نگاه کنید قشنگ، دی نامبر. خب چرا؟ چون دی نامبر توی جدول، توی جدول دیگه کلید اصلیه. خب و اینجا هم میتونه نال بشه و تکرار هم بشه، هیچ مشکلی نداره دی نامبر. خب اما بچه ها ببینید ای آی دی پی آی دی اینجا رو یه دقیقه نگاه بکنید. ببینید درسته این دوتا توی جدول پروژکت و ایمپلوی کلید اصلی هن، اما توی این جدول نال نمیتونن بشن. قبول دارید این قضیه رو؟ چرا نمیتونن نال بشن؟
چون جزء کلیدن. جدول ورکس آن کلیدش ترکیبیه بچه ها، پی آی دی و ای آی دی با هم کلیده. اوکی، حالا ببینید اینجا یه اتفاق میفته. یه سری از کتاب ها که خیلی دیدگاه ریلیشنالشون سفت و سخته میگن پی آی دی و ای آی دی نباید کلید خارجی در نظر گرفته بشن. چرا؟ چون اینجا حق مثلا نال شدن ندارن. ولی یه سری کتاب ها مثل سیلور شاتس و این دوزاری ها میگن که نه آقا، ای آی دی پی آی دی هم درسته، یعنی ای آی دی پی آی دی هم شما کلید خارجی بگیرید. شما چیکار میکنید؟ اینم کلید خارجی در نظر میگیرید. پس ای آی دی پی آی دی هم کلید خارجیه. چرا؟ میگه خب چون یه جای دیگه کلید اصلی بوده دیگه، هم ای آی دی کلید اصلی بوده هم پی آی دی، پس هر کدوم جداگونه کلید خارجی ان. دینامبرم که اینجا کلید خارجیه. اوکی بابا، اگه بازم سوالی هست بپرس که من جواب بدم. حل شد سوال راجع به کلید خارجی؟ اوکیه. خب سید جان شما اوکی بابا؟ گفتی اوکی حل. خب بریم سراغ حل مسئله. خب اولین کوئری که به شما داده میفرماید که نام و شماره کارمندی کارمندانی را لیست کنید که در دپارتمان شماره 5 استخدام شدن. خب من یه متدولوژی خدمتتون میگم، شما همیشه با این اپروچ حمله کنید به یک کوئری و جوابشو بدید. خب اپروچ هم چیه؟ اول خواسته مسئله رو لیست کن، بعد شروط مسئله رو لیست کن. الان خواسته مسئله من چیه؟ نام و شماره کارمندی. خب حالا موقعی که مثلا خواسته مسئله رو لیست کردی، مثلا اینجا عمل چی خواسته؟ میگه آقا نام و شماره کارمندی کارمندانی رو میخوام خب که دپارتمان شماره 5 استخدام شدن. پس نام و شماره کارمندی خواسته مسئله است. اوکیه؟ این دوتا رو که لیست کردی برو ببین نام و شماره کارمندی تو کدوم جدول ها هستن. خب بریم ببینیم تو کدوم جدول ها هستن. ببین نام و شماره کارمندی تو جدول ایمپلوییه. خب شماره کارمندی تو ورکس آن هست ولی نیمه تو ورکس آن نیست. اوکیه؟ منتها شما چیکار کن؟ لیست کن. بگو پس ببین وقتی خواسته مسئله ای آی دی و ای نیمه، پس محال ممکنه توی کوئری که من می‌نویسم، توی جبری که من می‌نویسم ایمپلوی یا ورکس آن نباشه، حداقل باید یکیش باشه. چرا؟ چون خواسته مسئله تو ایناست، من باید خواسته مسئله رو از این جداول استخراج بکنم، بنابراین توی جبر من باید یکی اینا باشه. من تو کدومشو من الان انتخاب بکنم برای حل کوئری؟ ایمپلوی. چرا؟ هم ای آی دی توشه هم اینه، جفتش توشه. پس ایمپلوی قطعاً یه جدولیه که من توی حل کوئری باید ازش استفاده کنم. اینا رو بنویس، به دیدی میده. خب سپس بیایید خواسته مسئله رو لیست کنید. دپارتمان شماره 5، خب دینو شماره 5 بشه. خب من کجا دینو دارم؟ تو ایمپلوی دینو دارم و دپارتمان دینو دارم. پس باید باز دوباره توی کوئری که من می‌نویسم یا ایمپلوی باشه یا دپارتمان باشه. خب حالا الان میخوام برم سراغ حل مسئله. اوکی، الان میخوام برم مسئله رو حل کنم. من خواستم و میدونم، فیلدهای خواستم هم میدونم تو چه جداولیه، شرط هم میدونم، فیلدهای شرط هم میدونم تو چه جداولیه. میخوام مسئله رو حل کنم. بچه ها اولین نکته که وجود داره اینه جبر رابطه ای رو همیشه از سمت راست بنویسید به سمت چپ برید. خب چون کوئری شما همیشه از طرف چپه که درایو میشه، چاق میشه، بزرگ میشه. از سمت راست معمولا کوئریتون زیاد بزرگ نمیشه. بنابراین سعی کنید یا وسط صفحه کوئری جبری بنویسید یا یه نمه به سمت راست نزدیکتر باشه. خب من میخوام الان کوئری جبری بنویسم. الان سوالی که من شما دارم اینه اول خواسته مسئله رو برطرف کنم یا اول شرط مسئله رو برطرف بکنم؟ شما به نظرتون اول کدومو انجام بدم؟ پس همه تون تقریبا متفق القول با من موافقید که اول شرط مسئله رو برطرف بکنم، اول شرط رو برقرار بکنم بعد برم سراغ خواسته مسئله. این بهترین کاره، منطقی ترین کار اینه. اوکی، خب من میخوام شرط مسئله رو برقرار بکنم، یعنی دینو مساوی 5 رو میخوام برقرار کنم. حالا من دینو رو هم تو دپارتمان دارم هم تو ایمپلوی. موقعی هم که میخوام یک جدول رو نسبت به یک شرط محدود بکنم از چه اپراتوری باید استفاده بکنم؟ بهم بگید.
میخوام یه جدول رو نسبت به یک شرط محدود بکنم. آفرین، سلکت جبری. خب حالا من دو تا ریلیشن دارم که توش دی نامبر رو داره، ایمپلوی و دپارتمان. کدوم رو انتخاب کنم؟ به قول اون یارو آلیسه، کدوم رو بدم؟ همه شو بدی ایمپلوی. چرا ایمپلوی؟ از کجا فهمیدیم سلکت؟ ببین ما کلا دو تا اپراتور بیشتر تعریف نکردیم، یکی سلکت یکی پروجکت، درسته؟ خب پروجکت چیکار میکرد؟ یه ستون همونجور عین یا عین یه مجسمه همونجور صاف کشید میورد بیرون، هیچ تغییری هم روش نمیداد، درسته؟ حالا موتا سلکت تنها عملگر منه که میاد یک جدول رو سطر به سطر بررسی میکنه و روشون شرط رو چک میکنه. پس من به جز سلکت چاره ای ندارم. اوکی بابا. خب آفرین، همونطور که این دو نفر الان گفتن و آقای سید جان هم گفت، ایمپلوی رو انتخاب میکنه. چرا؟ چون هم خواسته مسئله تو ایمپلویه، هم شرط مسئله تو ایمپلویه. پس خودم رو اذیت نمیکنم، همین ایمپلوی رو میگیرم باهاش شروع میکنم کار کردن. اوکی؟ فهمیدید بچه رو ایمپلوی رو انتخاب میکنم؟ ای والله اگه کسی مشکلی داره صفر بده یا مثلا یه جوری اعلام بکنه که من توضیح. خب میرم سراغ ایمپلوی. اول شرط. پس اول من باید رو ایمپلوی سلکت بزنم. بیام اینجا، من اول واسه روی ایمپلوی سلکت بزنم. ببین سلکت رو با نماد دلتا نوشته، شما با همون نماد سیگما بنویسید، چون فکر کنم صمیمی با سیگما درس میده. خب سیگما میزنم روی ایمپلوی، دی نامبر مساوی 5. چه اتفاقی میفته وقتی این کارو میکنم؟ اتفاقی که میفته اینه، فرض کنید که مثلا ایمپلوی جدول یه سری دیتا آیتم هم زیرش داره. خب بچه ها شما باید یاد بگیرید جبر رابطه یو بدون دیتا آیتم حل کنید، چون سر جلسه امتحان به شما دیتا آیتم نمیدن. یعنی فکر نکن مثلا 4 تا جدول میده با یه مش دیتا آیتم میگه حل کن، اصلا. مثلا همینجا هدر ریلیشن رو بهت میده، کلیداش هم مشخص میکنه و دیگه خودت یا خودت و کوئری و باقی قضیه. خب حالا بحثی که وجود داره چیه؟ الان میخوام تصور کنید که وقتی من این یه تیکه کوئری رو اجرا میکنم، یعنی سلکت ایمپلوی دی نامبر مساوی 5 رو اجرا میکنم، چه اتفاقی میفته؟ میاد تو جدول ایمپلوی، فرض کنید اینجا مثلا من چند تا سطر دارم، خب میاد سراغ سطر اول، دی نامبر رو چک میکنه، اگر مساوی 5 بود میاره تو جواب، اگر نبود نمیاره تو جواب، میره سراغ سطر بعدی، دی نامبر رو چک میکنه، اگر دی نامبر مساوی 5 بود میاره تو جواب، اگر نبود نمیاره تو جواب، میره سراغ سطر بعدی. انقدر این کارو میکنه تا جدول ایمپلوی تموم شه. حالا حاصل این عملیات میشه مثلا یه ریلیشن، با فرض اینکه قطعا سطری هست که دی نامبرش مساوی 5، یعنی میخوام بگم نال نمیشه جوابتون، هیچی نمیشه جوابتون. خب نرزا جون اون ببین داغ میکنه یهو، دیگه قلمش کار نمیکنه. بعد من حالا یک دو بار ریسیت کردم کار که الان دیگه کار نکنه. حالا بعدن بعد کلاس با هم صحبت میکنیم ببینیم چیکار میکنیم دیگه. اوکی خب آفرین. سلکت به صورت سطری جدول بررسی میکنه، پروژه یه ستون کامل در میاره، هیچ رو بررسی نمیکنه. اوکی صمیمی با چیز نشون میده، با پروجکت. بذار من پروجکت رو میگم، با پروجکت ببخش، با سیگما. بذار من سیگما رو یه بار دیگه بهتون نشون بدم. اینجا بریم بالا، بریم بالا، بریم بالا. خب میبینیم. خب ببین اینا، اینا ما به این اصطلاح میگیم سیگما. صمیمی با سیگما نمایش میده سلکتو. خب منتها این جزئی که شما دارید برای حل کوئری ها از نماد دلتا استفاده کرده. اوکیه؟ اوه چی شد؟ تو یا خدا، حالا اگه فارسی داره فارسیش هم بگی. اوکیه؟ آره دیگه چیز سختی نیست دیگه، با چرا پیچیدهش میکنی؟ دو تا نماد کلا، به یکیش میگن دلتای کوچیک، به یکیش میگن سیگما کوچیک. شما سیگما کوچیک رو استفاده کن، دلتای کوچیکش مسمن. خوبه؟ ای بابا اذیت میکنید، اذیت نکنید با جمعه زوره.
دارم میمیرم الان تموم شد برم بگم بخوام داشته. خب این کوش تو پینت؟ نه ببینید تو پینت بخوام بنویسم من با موس قلمه رو که ندارم خیلی اذیت میشه. بذارید من یه بار دیگه اینو تا دارم توضیح میدم چک کنم ببینم اگه کار کرد دوباره میام دیگه منتها حالا ادامه میدم بحثو که عقب نمونیم زیاده بس. خب من این جبر رابطه یه رو دوباره بیارم. خیلی خب پس من چیکار کردم؟ من سلکت زدم روی ایمپلوی دی نمبر مساوی 5. اتفاقی که افتاد چیه؟ حاصل این کوئری چی میشه؟ میشه یه ریلیشنی که تک تک سطراش دی نمبرش مساوی 5. اوکی بابا. حالا من شرط مسئله رو بررسی کردم، متوجهی؟ من شرط مسئله رو مرتفع کردم، کلمه قشنگتری. حالا باید برم سراغ خواسته. منتها ببین من باید خواستم از این ریلیشن جدیده به دست بیارم. چرا؟ ببین خواستتو نری دوباره از ایمپلوی برداری. چرا؟ چون تو ایمپلوی کلی آدم هست که دپارتمان نمبرش مساوی 5 نیست، فقط توی این ریلیشن هست که دپارتمان نمبر مساوی 5. اوکی بابا. بنابراین خواستتو بیا از رو این بردار. ممکنه برگر بگی آه من نگفتی عملگر پراجیک یونریه. خب یونریه دیگه، حاصل این مگه بیشتر یه ریلیشن میشه؟ یه ریلیشنه. روی همین این من پراجیکت میزنم، دو تا ستون رو میخوام. چی؟ خواسته این مسئله. خواسته این مسئله چی بود؟ ای آیدی و اینیم رو مینویسم. حاصل میشه چی؟ دو تا ستون که توی یکیش ای آیدی، توی یکیش اینیمه و مشخصات کارمنده که تو دپارتمان نامبر شماره 5 کار کردن. اگر اوکیه بگو بابا. هر سوالی، هر جایی، هر ابهامی هست بگید من بررسی میکنم. خیلی خوبه، قلمم کار نمیکنه. چرا؟ چرا باتریش تموم شده؟ حالا بررسی کنم چون دیگه لپتاپم سرد نیست. خب حالا ببینیم چی میشه دیگه. اوکی بابا من ببینم که سوالی نداشته این وسط. هادی جان چرا صفر شدی بابا؟ مشکلت چیه؟ چرا خاموش شدی؟ چرا از دپارتمان استفاده نمی کنم؟ خب ببین الان من اگر بیام تو جدول دپارتمان مثلا پروجکت بزنم، میگم پروجکت سلکت بزنم رو جدول دپارتمان، مثلا بنویسم سلکت دپارتمان دینو مساوی 5. خب قبول، مشخصات دپارتمان شماره 5 در میاد که قطعا یه سطره بچه ها، که قطعا جواب یه سطره. چرا؟ چون من روی کلید شرط زدم، شرط مساوی هم زدم. من کلید تکرار نمیشه دیگه، یعنی فقط یه جا 5ه، همون یه سطر میاد بیرون. اوکیه؟ خب حالا مشخصات کارمنداشو از کجاش در بیارم؟ نداره که. ولی تو خود ایمپلوی هم دی نمبره هم مشخصات کارمنده. خب ایمپلوی عشقه. بله کلیدا رو مشخص میکنم، زیرش خط میکشم همینجوری که اینجا میبینید. اوکی شدی هادی؟ خب هادی هم یک شد. هادی یک شد. بریم کوئری بعدی. خب یه چند تا کوئری حل میکنم. خب این کوئری حل کردیم دیگه، جلسه امروز خاتمه میدیم، چون بعد از این بعد بریم سراغ یک عملگر جدید و من ترجیح میدم که با قلم پیش بریم، چون حس میکنم این جبر رو باید بنویسم تا متوجه بشید و الان متوجه نمیشید. من یه لحظه رفتم. چرا من چرا رفتم؟ من کجا رفتم؟ نرو، تو هم مثل من نمیتونی ببینی. خب اوکی شدید بچه ها؟ الان همه چی میاد. پس من الان یه کوئری دیگه حل کنم، خب امروز تمامش کنیم. جلسه بعد مثلا میکنم یه قلم نوری گیر بیارم. این رو سرفیس بود. خب قلم نوری بهتره، یه دستگاه اتچ میشه به همین و اوکی تره. حالا با حاج عرفان صحبت کنیم. الان آقا عرفان هم تو کلاس ما نیست، رفته کلاس تعمیر موبایل. خیلی خب بریم کوئری بعدی.
خب باز دوباره بیاید چیکار کنید موقعی که میخواید اینو بررسی بکنید، خواسته مسئله و شرط مسئله رو تفکیک کنید، اسم پروژه و شرکت سفارش دهنده. پس ببین اسم پروژه و شرکت سفارش دهنده میشه چی؟ خواسته. اوکیه؟ منابعم میگم چش. بذارین یه کوئری هم حل کنم بعدش میشینیم با هم تا صبح اینجا راجع به منابع و باقی چیزا صحبت کنیم. اسم پروژه و شرکت سفارش دهنده پروژه هایی را لیست کن که در سال 80 انجام شدند و هزینه کمتر از 5 میلیون داشتند. خب من اول خواسته ها رو لیست کنم. خواستم چیه؟ اسم پروژه، شرکت سفارش دهنده. بیام این بالا. خب اسم پروژه تایتلز، شرکت سفارش دهندم اوردر بای. تنها جدولی که خواسته مسئله رو داره پروژکته. پس محال ممکنه من یه کوئری جبری بنویسم که توش از ریلیشن پروژکت استفاده نکرده باشم. اوکی بابا. خب بریم سراغ خواسته مسئله. در سال 80 انجام شدند و هزینه کمتر از 5 میلیون داشتن. خب سال 80 و هزینه، year و cost جفتشون تو پروژکتن. آقا دیگه از این بهتر مگه میشه؟ هم شرط تو اینه، هم خواسته، همه چی تو همینه. یعنی شما درصدی فکر کن که سوال امتحان به این سوالات شبیه باشه. اینا شوخیه بچه‌ها. اینا تازه شوخیه بیمزه است، شوخی خنده‌دار هم نیست. متوجه؟ لطیفه است. اوکیه؟ دل خوش نکنی به اینا الان میگی اپ من اینا رو حل کردم امتحانم حل میکنم. نه. این سطح صفر کلوینه. 273 تا زیر صفریم، میایم بالا میرسیم به صفر بعد ادامه میدیم. اوکیه؟ خب برم سراغ حل سوال. من چی گفتم؟ بچه تصویر رو دارید؟ کلاس قطع نشده؟ چون من اینم هیچ پیامی نمیاد یه لحظه یو میترسم نکنه این همه حرف زدم مثلا نرفت. خب اولین کاری که اگه نباشد باید جوین زد روی اونی کش. حالا توضیح میدیم جلسه بعد، مفصل جلسه بعد توضیح میدیم. خب ولی آره اگر خواسته و شرط توی جدول نباشن، تو جدولای مختلف باشن، باید یه جورایی این جداول رو به هم دیگه برسونیم دیگه. حالا یا با ضرب جوین همون ضربه، ولی خب توضیح میدیم و اینا که تنها راهش هم همون ضرب یا جوین. خب اول شرط مسئله رو مرتفع کن. شرط مسئله چیه؟ سال 80 هزینه کمتر از 5 میلیون. کدوم اپراتور جبری بود که شرط روی یک ریلیشن برقرار میکرد؟ یا بهتر بگم یک جدول و نسبت به یک شرط محدود میکرد. بگید همه، بگید همه. ایوه. پس من باید سلیک بزنم رو کدوم جدول؟ بگید دیگه. پروژکت. چرا پروژکت؟ خواستمون توه. خواسته من تو پروژکته. year و cost تو پروژکت. اوکی پس بیا چیکار کن؟ بیا رو پروژکت سلیکت بزن. year مساوی 80. حالا من میخوام دو تا شرط بزنم. خب دو حالت داره. موقعی که تعداد شرطات بیشتر یه دونه میشه، میتونی یا یه دونه سلیکت بزنی، دو تا شرطات رو با هم اند کنی، اور کنی، اون عملیات های منطقی رو روش انجام بدی. خب یا میتونی چیکار بکنی؟ مثلا سلیکت بزنی رو پروژکت year مساوی 80، بعد دوباره سلیکت بزنی رو پروژکت کاست کمتر از 5. جفتش درسته. منتها ما همیشه می‌تونیم کوئری رو خلاصه بنویسیم و از این راه استفاده میکنیم. یعنی موقعی که من چند تا شرط دارم، نمیام هی مثلا یه سلیکت بزنم یه شرط رو مرتفع کنم، بعد دوباره رو کلش یه سلیکت بزنم شرط بعدی رو مرتفع کنم، بعد دوباره رو کلش یه سلیکت بزنم شرط بعدی رو برقرار کنم. نه، همه شرط‌ها رو با هم دیگه اند میکنم. البته بسته به سوال داره ها. مثلا اگه سوال میگفت چی؟ مثلا اگه سوال میگفت نام اسم پروژه و شرکت سفارش دهنده پروژه هایی را لیست کن که در سال 80 انجام شدن یا هزینه کمتر از 5 میلیون داشتن، این انده میشد اور. به حواستون دیگه به این شرط های منطقیش باشه دیگه. اینا رو که دیگه من توقع دارم اوکی باشی. خب اینجا گفته و، پس بعد اند باشه، هم این هم این. خب پس من سلیکت میزنم رو پروژکت یک year مساوی 80، کاست کاست کمتر از 5. چه اتفاقی میفته؟ فرض کن الان جدول پروژکت یه مش سطر اینجا ریخته زیرش. خب میاد سطر اول یه رو بررسی میکنه، آیا یه مساوی 80 هست؟ ببین حالا دوتا امپرسن بزنی مهم نیست، اند انگلیسی بنویس فرق نمیکنه، مهم نیست یکیه. حالا یه
اول میاد سطر اول چک میکنه آیا یر مساوی 80 هست، اگر بود کاست رو بررسی میکنه، آیا کاست کمتر از 5 میلیون هست، اگر بود سطر اول تو جوابه، نبود میره سراغ سطر دوم، دوباره یر و کاست رو چک میکنه، اگر جفتشون اوکی بود میاره تو جواب، نبود نمیاره تا آخرین سطر. نتیجه این یه تیکه جبری که من نوشتم میشه یک ریلیشن که ستوناش دقیقاً ستونهای جدول پروژکته و تمامی سطرهاش سالش مساوی 80 و کاستش کمتر از 5. حالا از این ریلیشنی که شرط مسئله رو داره خواسته مسئله رو در بیار. یعنی چی؟ اسم پروژکت و اوردر بای. خب کدوم اپراتور جبری بود که ستونی در می آورد؟ پروژکت. پروژکت رو بزن، تایتل و اوردر بای. پس جواب ما میشه دو تا سوال، جواب ما میشه دو تا ستون به اسم تایتل و اوردر بای که تایتل پروژه است و اینکه توسط کی سفارش داده شده و خیالم راحته که این پروژه ها تو سال 80 سفارش داده شدن و هزینه شون کمتر از 5 میلیون بوده. اوکیه بابا. آخ خدا اون یه کارو بدید اگه اوکی، اگه نه صفر بدید که ببینیم چیکار بابا. بچه های عزیز جبر آسونه، واقعا هم آسونه. یعنی جبر رابطه ای من راحت میتونم بگم که محال ممکنه یه سوالی بیاد. ببین تو امتحان رابطه ها رو میده، خب مقادیر رابطه ها رو نمیده. اوکیه؟ اوکی نیست. خب ببینیم اینجا رو نگاه کن. ببین الان این چهارتا رابطه است، چهارتا جدوله، منتها شما مقادیرش مثلا مقدار توش نریخته. مثلا بگه پروژکت مثلا این یه جدول باشه، پی یک، تایتل مثلا باشه مثلا چه میدونم وبسایت فلان، اوردر بای مثلا ال جی، ایر مثلا 2012، کاست 1 میلیارد تومان. همچین چیزی نمیبینی تو امتحان. تو امتحان فقط هدر ریلیشن ها رو شما میبینی. اوکی شد الان؟ آره همین هدرها رو میذارم جلوتون. درسته، ولی یه سری جاها شما برای اینکه درک بهتر پیدا بکنید مجبورید که یه جورایی مقداردهی بکنید، تست کنید. حالا توضیح میدم جلوتر. بله رکوردار رو نمیدن. بله نمیدن، درست. خب بچه ببینید، ما الان تونستیم این جلسه مفهوم ریلیشن رو توضیح بدیم بهتون، وارد جبر رابطه‌ای بشیم، سلکت و پروژکت رو بگیم. موتوی مرتب خب سلکت و پروژکت یه جوری کوئری امتحان نمیشه با اینا حل کرد، یعنی بعد عملگرایی دیگه هم بگیم. من نرسیدم رو بگم و حس میکنم دیگه شما بیشتر از این نمیکشید که من بخوام اینا رو توضیح بدم. علل خصوص ضرب دکارتی دو تا ریلیشن یا جوین دو تا ریلیشن رو من حتما باید مقدار بنویسم شما ببینید حتما. خب که الان قلم کار نمیکنه. ببین چند جلسه است، من قصدم اینه تموم شه. خب فعلا تا زمانی که شما دانشگاه دارید، جمعه ها دانشگاه دیگه کلاس ها تقلق شده تشکیل نشه، مثلا ممکنه دو سه جلسه وسط هفته برگزار بکنیم که برسیم جمعش کنیم. خب ما جلسه آینده جبر رابطه رو ادامه میدیم انشالله. ببینید آخه ده شروعشه اونجوری میره تا یک. الان ببینید چقدر خوبه، 12 بعد الان مال خودتون. یه سری از دوستان میگن نمیتونیم بیایم. بعد خود منم حقیقتا یکم این ترم خیلی سم شلوغه. خب یعنی مثلا من خودم دلم میخواست کلاس آنلاین باشه بیشتر، به این خاطر که من بعد اینجوری میومدم دانشگاه نمیتونستم بیام دانشگاه، هم دوشنبه هم پنجشنبه و اینا. یه گفتم آنلاین باشه دیگه، آنلاین خوبه دیگه. فقط باید چیز کنیم دیگه، این قلمه رو باید یه فکری بکنیم به حالش. حالا احتمالاً یه قلم نوری بخریم که این مشکل رو دیگه نداشته باشیم ان شاء الله در آینده. خب سوالی، نکته ای، چیزی هست که من جا انداختم نگفتم بگید. بعد تو راستای کلاس هم نظری راجع به کلاس دارید بگید. داداش تشکل دیگه به چیز نیستش که، بانک نیستش که، اونم تا یه حدی پول داره بدبخ. سلامت باش. سوالی، نکته ای، چیزی، بحثی، مبحثی، خواهش میکنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
سلامت بشی، سلامت بشی، خسته نباشی، شما خسته نباشی، شله همه پاس شی. ممنون ممنون. سوال خاصی چیزی نیستش، ما بریم به کار زندگیمون برسیم. چیه بگم؟ اینو بگم چیه؟ هی منابع مناسب مطالعه و تمرین رو آخر جلسه بگیم. ببین چیزایی که من توی این جلسه میگم، توی این کلاس میگم، برای اینکه شما مثلا توی سوال امتحان رو پاسخ بدید کافیه. خب حالا اگر مثلا شما دوست دارید که چه میدونم برید مثلا بیشتر یکم بخونید و اینا، یا مثلا دوست دارید بخونید، یه چند تا کتاب هست من بهتون معرفی میکنم. من توی مرتبه بازم پیشنهادم اینه اینا رو بعد از حل تمرین برید بخونید، چون یکم کتابای سنگین. یکیش این کتابه، اگر من میشه اینه ندام میبینید یا نه، کتاب An Introduction to Database Systems، نویسندش هم آقای سی جی دیت. خب بچه من یه توضیح راجع به این کتاب بدم. و این کتاب سالیان سال رفرنس اصلی وزارت علوم بود. سال 92 که وزارت علوم میاد مصوبه جدید میده، رفرنس ها رو عوض میکنه، این کتاب از جزء رفرنس هاش حذف میکنه. خب و این بی سوادی و کاملا چی رو بگم، یعنی اون افرادی که دقیقا توی اون وزارت خونه معلوم اصلا رشته کامپیوتر نیست. چرا؟ چون سی جی دیت رفیق فابریک ادگار کات بود، یعنی اصلا این دوتا با هم دیگه رو ریلیشنال تئوری کار کرد. بعد آقای سی جی دیت 34 تا کتاب نوشته در زمینه ریلیشنال تئوری، عمرشو گذاشته رو ریلیشنال تئوری. بروسلی چی میگفت؟ میگفت من از کسی که فنهای زیادی بلده نمیترسم، از کسی میترسم که یه فن رو خیلی تمرین کرده. این بنده خدا یه فن رو خیلی تمرین کرده، خیلی رو ریلیشنال تئوری وقت گذاشته. خب من توی مدت کتابشو حذف کردم. مثلا چی میمونه؟ مثلا من اگه بخوام مپ کنم دنیای دیتابیس و دنیای اسلام، اگر ادگار کات خدا باشه، اسلام هم ریلیشنال تئوری باشه، کتاب این دین کتاب سی جی دیته. این قرآن میمونه این کتاب. من کتاب اصلا معرفی نمیکنم، خود سی جی دیت مثل پیامبر میمونه. مثلا خیلی بده. من تو کتاب سی جی دیت هم کتاب فوق العاده سنگینیه، اینم قبول دارم. یعنی کسی که بار اول میخواد دیتابیس بخونه زیاد چند متوجهش نشه، منتها فوق العاده دیدتون رو میبره بالا تو زمینه دیتابیس. اگر هم تو زمینه ریاضیش میخواید بحث بکنید، همون کتاب ابیت بول که ما یه قسمتایشو عروش رفتیم، اونم کتاب فوق العاده خوبیه، میتونید از اون استفاده بکنید. کتاب آقای سیلوشات هم هست دیگه، این کتاب سیل امونه امون سیلبره یا خود نفته رو سرم. این آخرین ادیشن این کتابه. خب این کتاب سیلوشات آخرین ادیشنشه. منتهای مرتبه آقای سیلوشات این کاره نیست تو دیتابیس. یعنی میدونی کجاها رو خیلی خوب گفته؟ اون قسمت هایی که مربوط مثلا به ساختار دی بی ام اس رو خیلی خوب گفته. خب اما ریلیشنال تئوریش به شدت ضعف داره. مثلا من این ادیشن، این الان ادیشن هفته مال سال 2019 همین امسال چاپ شده. خب من یه ادیشن قبلترش رو دارم، اینه، حالا دیگه در نمیارم. خب مال ادیشن 5شه، دو ادیشن قبلتر. مثلا اینجا جبر رابطه رو خیلی خوب گفت، تو ادیشن 6 اومد حذف کرد، تو ادیشن 7 دوباره برگردون، مون تو خیلی ضعیف شده و خیلی به درد نخورد. بعد تو نرمالیزیشن اصلا اومد خراب کرد، اومد میگه که سطح 2 نرمال مثلا جنبه هیستوریک داره مطالعهش. خب این کاره نیستم این بنده خدا. یا مثلا یه کتاب بود من براتون فرستادم، گفتم تمرینای جبر و اسکیلش خیلی خوبه، مال آقای راماکریشنانه، حالا کتابشون هست. خب این دوتا هندی الان مثلا کتابشون رفرنس اول دیتابیس وزارت علومه، فوق العاده فاجعه است، فقط تمرینای خوبی داره همین. حالا اگه میخواید دیتابیس رو دنبال بکنید به عنوان یه علم آکادمیک و خیلی درست حسابی، به نظر من بهترین کار اینه همین با ما همراه بیاید، با ما بیاید جلو، من مباحث رو میگم براتون جا میفته، بعد حمله کنید به سمت کتابی های سی جی دی. تمرینام این پی دی افی که گوشم تمریناش خیلی خوبه، سوله امتحان خود استاد سمی هست، سوله امتحان استاد روحانی هست، و اینکه کتاب های راماکریشنان من سلوژن منیوالشو گوشتم برای شما، یعنی پاسخنامه تمرینشو گوشتم، هم پاسخنامه هم تمرینا رو داره، از اونم میتونید استفاده بکنید همین. حالا اگه بازم بحث دیگه هست بگید که ما من بیام پایین که سوال نه. تا یه جای مشخص بکنم برای جای بعد آماده باشید. اگر شما میخواید آماده بشید چیکار بکنید؟ برید ضرب دکارتی و جوین رو بخونید. اوکیه، ضرب دکارتی، جوین، سلف جوین،
دیفرنسز و تقسیم. این 4 5 اپراتور، اپراتورهای جبری هستن که ما جلسه بعد قصد داریم بگیم و تمامش کنیم. اینا رو سعی کنید برید بخونید. از چه منابعی میخواهید استفاده بکنید؟ جزوه خود استاد روحانی من گوشم، فارسی هم هست، متنش هم روونه، میتونید بخونید استفاده بکنید. اون نبود کتاب مثلا راماکریشنا رو برید بخونید. اونم که تو آره بد نگفته باز. اوکی. سوال دیگه، نکته دیگه. خواهش میکنم دیگه، خداحافظ دیگه، برید دیگه، تا هفته دیگه ببینیم چی میشه دیگه. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار بچه ها. نهار نمیدم، ما برید. خدا نگهدار. من نظری خبری نی، اونایی که موندن اینجا هیچی بهتون نمیده. سلامت بشید شما هم. خدا نگه. بچه ها به زور متوسل هم نکنید، خودتون بدید. آفره بگید کم کم من کلاس رو ببندم، فیلم هم قطع کنیم، بسته دیگه رکورد شد.